بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. خب حالا فعلا این بس داستان حضرت ابراهیم و همسرش، حالا این دیگه خیلی جنبه تفسیری نداره، ولی خب حالا چون قصه رو مجموع بیان نقل کرده اینو میخونیمش. صفحه 413 ذیل آیه شریفه 127 بقره. قصت و مهاجرت اسماعیل و هاجر، داستان هجرت اسماعیل. ربا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن نظر ابن سوید عن هشام عن صادق علیه السلام. اینجور سند توی کتاب تفسیر قمی خیلی زیاد تکرار شده، خیلی زیاد. عن صادق چرا؟ هشام بعضی آدم ها هشام میفرمید که این الان طبق طبقات کمه، بین یه افرادی داریم مشترک دو طبقه اند، یعنی بهشون میگن مثلا زو طبقتین، یعنی کسی که مثلا ها فرض کنید که هم از امام صادق علیه السلام بتونه نقل کنه، هم از اصحاب امام هفتم باشه، مثل هشام. هشام و حدیث جنوب عقل و جهل امام هفتم رو نقل میکنه، اینجا از امام ششم اینه میگه زو طبقت این. قال ان ابراهیم علیه السلام کان نازل فی بادیت شام. بله ابراهیم، اصلا خود تفسیر قمی جزء توثیقات عامه است، یعنی خود علی ابن ابراهیم هر کسی که تو این کتاب نامش اومده توثیق کرده. البته این حالا خیلی حرف دادم، مثلا این آیت الله داوری کتابی داره علم و رجال، ایشون اونجا یه نظری داره، بعد مثلا آیت الله خویی یه نظر دیگه داره، اینا حالا بسیار رجالی وجودی داره که این جز توثیقات عامه میشه. شاید شنیدیم مثلا آقای خویی اول اون راجع به کامل و زیارات یه چیزی میگه، آخر عمر پشیما شد. اون اختلاف تو کامل و زیارات، اما تو تفسیر قمی دیگه اینجا اختلافی هم نیست و مسلمه، یعنی این بالاتر اونها. به هر حال قال ان ابراهیم کان نازلا فی بادیت شام. حضرت ابراهیم در منطقه شام بود. فلما ولد له من هاجر اسماعیل اغتمت ساره من ذلک غما شدیدا. حضرت ابراهیم یه همسری داشت ساره، این ساره بچه دار نمی شد و این ساره یه کنیزی داشت به نام هاجر. بعد ابراهیم علیه السلام این کنیز را از زن خودش خرید و بعد اینو آزادش کرد و با این کنیز ازدواج کرد و این کنیز که حالا شد زن دوم حضرت ابراهیم علیه السلام، این بچه دار شد. حالا که این بچه دار شد، اون هاجر بچه دار شد، ساره ناراحت شد. فلما ولد له من هاجر اسماعیل، وقتی که از هاجر اسماعیل برای ابراهیم متولد شد، اغتمت ساره، ساره ناراحت شد، غمن شدیدن، لانه لم یکن له منها ولد، چون که ساره بچه نداشت.
نبود برای ابراهیم از ساره فرزندی. فکانت توزی ابراهیم فی هاجر، پس این ساره اذیت میکرد ابراهیم را نسبت به هاجر و تغمه و ناراحت میکرد او را، مغموم میکرد او را. فشکا ذالک ابراهیم الله عز و جل، حضرت ابراهیم گفت که خدای این زن خیلی منو اذیت میکنه. فوح الله تعالی الیه، خدا وحی کرد که دیگه زن همینه دیگه، انما مثل المرأت مثل ذل المعوج، مثل زن مثل این استخون دنده است، استخون دنده کجه کجه دیگه. این ترکتهو استمتعت بهی، اگه همینجور با این کجیش ساختی ازش استفاده میکنی. و این رمت ان تقیمهو کسرتهو، اگه خواستی استخون دنده رو صافش بکنی استخونه میشکنه، دیگه ازش هم نمیتونی استفاده کنی. خدا مثال براش اول یا تمثل پیدا کرده؟ نه مثال زده دیگه، تشبیه کرده. بله بله حالا میادی. بله مقد قال القائل فی ذلک، شاعری هم در این باره گفته، شاعری گفته هی الزلع الاوجاع لست تقیمه ها، این زنها استخوانهای کجی هم که لست تقیمه ها، نمیتونی صافشون کنی. الا ان تقویم الضلوع انکسار، راست کردن استخون به خرد کردنشه. یعنی اگه خواستی زن رو صافش بکنی که میشکنه، باید با همه کجیش بسازی دیگه. کاری کلیه. آره دیگه. بله حالا بزن یه قصه بگم تو خود بخونم. یا الله مقدس اردبیلی میگم که یه وقت فکر کرد که من بچه بودم و تو بچگی رفتم توی یک باقی یه سیب خوردم. خب حالا چون بچگی بوده گناه نکرده، ولی خب به هر حال مال مردم مثل حق و ناس زامنه. رفت صاحب باغ رو پیدا کرد و حلالیت طلبید، گفت که من یه سیبی و باغ شما خوردم. این صاحب باغ گفت که ببین باغ نصفش مال منه، من شریک دارم تو این باغ، اون نصفی که مال من بوده یه سیب خوردی نصفش مال من بوده، من حلال کردم، ولی نصف باغ مال فلانیه، از اونم باید بری حلالیت بطلبی. مقدس سردولیلی اومد اون شریکه رو پیدا کرد، گفت که آقا من یه سیبی از باغ شما خوردم، نصفش مال شما بوده، حلال کن یا پولشو بگیر. اینم یه فکری کرد، گفت که آقا به یه شرط حلال میکنم، به یه شرطم حلال نمیکنم. من یه دختری دارم، هم لاله هم کره هم کوره، اگه حاضری با این دختر من ازدواج کنی حلالت میکنم، اگه با این حاضر نیستی ازدواج کنی حلال نمیکنم. مقدس اردبیلی گفت خیلی شرط سختی، گفت که بذار فکر بکنم ببینم این کارو بکنم یا نه. شب اومد خونه شون، فکر گفت که با این زن ازدواج کنه همیشه عذاب دنیا تا آخر عمر گرفتاری دیگه. با اینم ازدواج نکنم عذاب آخرت، چون نصف سیب مال پدر اینه حلال نمی کنه دیگه. خیلی فکر کرد، فرد اومد گفت که آقا حاضرم با این زن ازدواج میکنم، چون به هر حال این عذاب دنیاست و عذاب آخرته، این حالا 50-60 سال آخه ازدواج کرد. حالا که دختر رو آوردن هجله، این که دید اصلا تو دنیا اگر میگن حورالعین همینه،
نه شله، نه کوره، نه لنگه، نه کره، نه لاله. خیلی دختر سالم و خوبیه. خلاص اون شب گذشت و فردا اومد پلو پدر دختر که شما گفتی دختر من کور است و کر است و لاله، یکی هیچی اینا رو نداشت. مردی گفت که خب بله من این دخترم بسیار دختر خوبیه، از بس خوب بود همش دعا میکردم که خدایا یه شوهر خوب بر این دختر من پیدا بشه. وقتی تو اومدی حلالیت به طلب فهمیدم تو آدمی یکی لقمه حلال میخوری. گفتم یه شوهر خوبیه بر دختر من. منم که گفتم دخترم کوره، یعنی به نامحرم تالا نگاه نکرده. یکی گفتم دخترم لاله، یعنی تا حالا دروغ نگفته، تا حالا غیبت نکرده. یکی گفتم دخترم کره، تا حالا حرف لغو موسیقی اینا گوش نداده. و این از پاداشه شما که میخواستی لقمه حلال خورده باشی، اینجور زنی هم گیرت میاد. بله. ثم امره ان یخرج اسماعیل و امه انها. خدا امر کرد به ابراهیم که اسماعیل و مادرش هاجر رو انها از ساره جدا کنه. حالا انها رو یا ان ساره یا انصاره یا از اون بادیه شام زمیرشه، یا به ساره یا به بادیه شام. فقال ای رب الى ای مکان، ای خدایا زن و بچه‌م رو کجا ببرم؟ قال الى حرمی و امنی، به حرم من، امن من، و اول و اول قوت خلقتها من ارضی، اولین بقعی که آفریدم و هی مکه. و انزل علیه جبرائیل بالبراق، جبرائیل براق را آورد، همون مرکب پیامبر برای معراج. و حمل هاجر و اسماعیل و ابراهیم، این سه نفر رو سوار کرد برد به مکه. و کان ابراهیم لا یمر رو به موضع حسن فیه شجرون و نخلون و زرعون. ابراهیم توی مسیر که داشت میرفت هر جای خوش آب و هوایی که میرسیدن اون منطقه میگفت که همینجا پیاده شید. الا قال یا جبرائیل الا ها هنا همینجا نازل بشید، همینجا نازل بشید. و یقول جبرائیل لا امزه، نه برید امزه، خطابه به اون براقا، به براق برو. حتی وافا مکه، تا به مکه رسیدند. و بزرهو فی موضع البیت، براق ابراهیم رو گذاشت توی محل کعبه. وقد کان ابراهیم آهد ساره، ابراهیم عهد کرده بود با ساره ان لا ینزل حتی یرجع الیها، پیاده نشود و برگردد. فلما نزلو فی ذلک المکان، وقتی که این هاجر به اسماعیل پیاده شدن تو اون مکان، کان فیه شجر، یه درخت اونجا بود، فالقت هاجر علا ذلک شجر که ساعن کان معها، یه پارچه یا یه پوستی که هاجر همراه خودش اینو انداختن روی اون درخت و زیر سایش نشستن. پس تزلت تحتهو، هاجر سایه گرفت زیر اون درخت. فلما سرهخون ابراهیم و بزهو، وقتی که قرارشون داخل اصل سرهه بنی جدا شدن است، یعنی اینجور گذاشتشون و جدا شد، اصلش به این معنیست. و بزهو اینا رو گذاشت و برگشت و اراد الانصراف عنهم الى ساره، خواست برگرده بره شام پلوی ساره. قالت له هاجر به ابراهیم گفت لما تدعونا فی هذا الموضع،
چرا ما رو اینجا توی این بیابون میگذاری؟ الذی لیس فیه انیس ولا ماء ولا زرع، توی مکانی که نه هیچ آدمی هست، نه آبی هست، نه درختی هست، هیچی نیست، یه بیابون محض. فقال ابراهیم علیه السلام ربی الذی امرنی ان اذعک فی هذا المکان، خداوند به من گفته شما رو اینجا بیارم. هاجرم گفت که خب اگه خدا گفته که مطیعیم. ثم من صرف عنهم، بعد ابراهیم برگشت. فلما بلغ کدا، وقتی که ابراهیم به منطقه کدا رسید، کدا به حوض جبل و بیزی توبا، یه کوهیه توی مکه، الان مشخص است همین کدا توی مکه الان مشخص. اینم که توی دعای ندبه ابرز با و غیره ها امزی توبا، این امزی توبا همین اینجاست، این توی یمن نیست که بعضی ها میگه که بله یه کوهی در یمن و امام زمان علیه السلام اونجاست، این همه زی توبا اون داستانه چیز هست همین تو مفاتیح صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی، تو مفاتیح اعمال روز جمعه، این مال همین زی توبا، مال همین جا کدا، یعنی اینجا بوده که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدند. توی کتاب بله چیز توی کتاب کمال الدین صدوق هم هست، تو کمال الدین صدوق که توی منطقه کدا همین زی توبا تو مکه خدمت امام زمان علیه السلام رسیدند. این وهابی هم الان تمام اون منطقه رو خرابش کردن، فقط یه مسجدیه که چاه زی توبا منجاست اونو خراب نکردن و الان هستش. فلما بلغ کدا، وقتی ابراهیم به این کدا رسید، التفت الیهم ابراهیم، ابراهیم برگشت یه نگاهی بکنه ببینه این هاجر اینا چی کار میکنن. فقال رب فقال الیهم میگه دو نفر رو که حالا شبه لغوی. فقال ربنا اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر زی زرع الى قوله لعلهم یشکرون، آیه 37 سوره ابراهیم. این دعا رو که خدای من زن و بچه ما اینجا گذاشتم، هیچی اینجا نیست. ثم مزا، ابراهیم رفت و بقیت هاجر، یه زن و یه بچه توی این بیابون توی این گرما هیچی هم ندارد اینجا موند. فلم مرتفع نهار، وقتی که هوا گرم شد، ظهر شد، هوا گرم شد، آتش اسماعیل آتش پیدا کرد. فقامت هاجر فی البادی حتی صارت فی موضع المسعا، هاجر بلند شد دنبال آب بگرده، توی این وادی میگشت تا رسید به محل سعی صفا مروه. فنادت، فریاد زد، هل فی البادی من انیس، آیا آدمی اینجا پیدا میشه؟ فقاب انها اسماعیل، دیگه اسماعیل را نمیدید. فسعدت علی الصفا، رفت رو کوه صفا و لمع لها السراب فی البادی، درخشید توی این مسعا سراب، اون دیگه خیال میکرد که اونجا آبه. و ظنت انه ماء، هاجر خیال میکرد که این سرابه آبه. و نزلت فی بطن الوادی و سعت، اومد توی این دامنه کوه و سعی کرد، همین سعی صفا مروه ها. فلما بلغت المروه، وقتی که به مروه رسید، غاب عنها اسماعیل، چو آدم بره روی صفا کعبه پیداست، بره روی مروه کعبه پیدا نیست، و اسماعیل همین جای کعبه نشسته بود، وقتی که او رفت روی مروه دیگه اسماعیل رو نمیدید.
فلما بلغت المربه غاب عنها اسماعیل، اسماعیل دیگه نمیدید. ثم لمع له السراب فی ناحیه الصفا، دوباره این طرف نگاه کرد، سراب را به طرف صفا میدید، خیال کرد آبه. و هبتت الى الوادی تطلب الماء، اومد توی این دامنه کوه میگشت دنبال آب. فلما غاب عنها اسماعیل، وقتی که اسماعیل رو نمیدید، عادت حتی بلغت از صفا، اومد روی صفا که اسماعیل رو، فرزند خودش رو ببینه. فنظرت الی اسماعیل، فرزندش رو دید، حتی فعلت ذالکه سبع مرات، هفت بار این بین صفا و مروه میرفت، همش سراب میدید، روی صفا می اومد اسماعیل رو می دید، روی مروه می رفت اسماعیل رو نمی دید. فلما کان فی شوط صابه، وقتی هفت بار این سعی صفا مروه رو انجام داد، بهی علی المروه، و این حاجر روی کوه مروه بود که دفعه آخری روی مروه بود، نظرت الی اسماعیل، نگاه کرد اسماعیل رو، فقط زهر الماء من تحت رجلی، دید که آب زمزم زیر پای اسماعیل جاری شده. نه چیز زیر پای چیز از مرد کعبه پیدا نیست، اما چیز پیداست، محل زمزم پیداست. زمزم حدود چند شاید 20 متر فاصله داره با کعبه آنجا. فعدت، برگشت هاجر، برگشت، حتی جمعت حوله رملن، رملها را دور این آب جمع کرد. و انه کان سائلن، و این آب جاری بود. فزمت هو به ما جعلت حوله، زمت هو پیچید اون را به اون چیه که قرار داده بود دورش، یعنی یه مقدار خاک ریخ دوری آب که آب جمع بشه، آبو نگه بداره. فلزالی که سمیت زمزم، به همین جهت این آبو بهش میگن زمزم، چون دورش رو خاک ریخت، پیچید دور آب را، یعنی دور تو دور آب دایره خاک ریخت که آب بماند، به همین جهت بهش میگن زمزم. و کانت، بله نه همین میگه زمزم، یعنی که پیچی دور آب را. و کانت جرهم، قبیله جرهم، نازلتن به زل مجاز، قبیله جرهم سکونت داشتن در زل مجاز و عرفات. زل مجاز همون کنار عرفات، توی منطقه عرفات جرهم بود. فلما ظهر الماء به مکه، وقتی این آب زمزم اینجا پیدا شد، عکفت الطیر و الوحوش علی الماء، پرنده ها اومدن سراغ این آب، آب زمزم. فنظرت جرهم الی تعکف الطیر علی ذلک المکان، جرهم نگاه کردن که این پرنده ها اون سمت دارن میروند، به سمت این دامنه یا کوه میرن. فعت و اوها، جرهم دنبال این پرنده ها آمدند، وقتی اومدن حتی نظر رو الى امرأت و سبیه، دیدن یه زن و بچه اینجاست. نزول فی ذلک الموضع، این زن و بچه توی موضع نازل شدن، اینجا نشستن. قد استزلو به شجرت، زیر سایه درختی نشستن. قد زهر لهم الماء، آبم پلوشون هست. فقال لها جرهم، جرهم به هاجر گفتند من انت و ما شأنو که و شأنو هاز السبی، تو کی هستی؟ چه کاری؟ این بچه کیه؟ قالت، هاجر گفت که انا ام و ولد ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام، من مادر بچه ابراهیمم. به هازا ابنه، این بچه ابراهیمه. امره الله ان ينزلنا ها هنا، خدا بهش گفته ما رو بیاره اینجا. فقالوا لها، اینها به هاجر گفتند اتعزنین ان تكون بالقرب منكم،
ای هاجر به ما اجازه میدیم ما همینجا ساکن بشیم؟ فقالت حتی اسأل ابراهیم، گفت من باید شوهرم اجازه بگیرم. قال فزارهما ابراهیم یوم الثالث، روز سوم ابراهیم آمد اینا رو ببینه. فقالت لها هاجر، هاجر بهش گفت که یا خلیل الله انها هنا قوم من جرهم، اینجا یه قومی هست از جرهم، یسألونه که ان تأذنه لهم حتی یکونو بالقرب منا، اجازه میخوان، آیا اجازه میدی که اونو نزدیک ما ساکن بشوند؟ افتعزنو لهم فی ذلک، شما اجازه میدی؟ فقال ابراهیم علیه السلام نعم بله. فأذنت هاجر لجرهم، هاجر به اونها اجازه داد. فنزلوا بالقرب منه، اونها هم اومدن کنار هاجر ساکن شدند. من ضربوا خیامهم، خیمه اونجا زدند. و انست هاجر به اسماعیل بهم، هاجر و اسماعیل با اینا رفیق شدند. وقتی رفیق شدند دیگه کم کم بعد با اینا ازدواج میکنند. فلما زارهم ابراهیم فی المره الثانیه، چند روز بعد دوباره که ابراهیم آمد، من نظر الى کثرت الناس حولهم، دید خلاصه قبیله جرهم و اینا زیاد اینجا هستند، سر به ذالک سرور شدید و خیلی خوشحال شد. فلما تحرک اسماعیل و کانت جرهم قد بهبول اسماعیل کل و واحد منهم شاتن و شاتن، وقتی که اسماعیل یکم بزرگ شد و جرهم بخشیدند هر کدامشون به اسماعیل، یه گوسفند دو گوسفند، هر کدام یه گوسفند داد به اسماعیل و اینم گله دار شد. فلما تحبل و کانت هاجر به اسماعیل یه ایشانه به ها، زندگی هاجر و اسماعیل با همین گوسفند ها اداره می شد. فلما بلغ مبلغ الرجال، وقتی که به هر حال به مردی شد دیگه، به سن بلوغ رسید، خدا امر کرد ابراهیم رو که ان یبنی البیت، کعبه رو بسازه. فقال یا رب فی ای بقعت، خدایا کجا بسازم؟ قال فی البقعت التي انزلت علی آدم القبته فاصابت الحرم، در همون جایی که من نازل کردم بر حضرت آدم قبه رو و همه جا رو روشن کردم، گفتیم یه سنگی از بهشت بر اینجا نازل شده بود. قال امام صادق، امام صادق علیه السلام فرمود بلم تزل القبه التي انزلها الله على آدم، اون قبه‌ای که خدا بر آدم نازل کرده بود، قائمتن حتی کان ایام طوفان فی زمان نوح، اون سنگ همینجا بودش تا زمان طوفان نوح. فلما غرقت دنیا، وقتی که دنیا غرق شد، رفع الله تلک القبه، خدا اون قبه رو بالا برد. و غرقت دنیا، همه دنیا رو آب گرفت. ولم تغرق مکه، اما شهر مکه آب نگرفتش. پس سمی البیت العتیق، به همین جهت کعبه رو بهش میگوید بیت العتیق. بیت العتیق یعنی چی؟ لأنه اعتق من الغرق، نه یعنی که خانه قدیمی، بلکه خانه آزاد شده از غرق. نه، این ایل سهلی خود مکه است، اون آبیه که کل دنیا رو پس بگیره. مکه جای بلندیه، اما این الان فرض مثل چیز کسی نداریم که بلتستان جای خیلی بالاییه، اگه سیل هم باشه سیل خودش، سیل جای دیگه هیچ وقت بلتستان نمیره. فلما امر الله عز و جل ابراهیم ان یبنی البیت، وقتی خداوند به ابراهیم فرمود کعبه رو بسازه، لم یدر فی ای مکان یبنیه، ابراهیم نمیدونست که کعبه رو کجا بسازه. و بعث الله جبرائیل، جبرائیل خدا فرستاد، فخط له موضع البیت، جای کعبه رو مشخص کرد. و انزل علیه القواعد من الجنت، قواعدش رو هم از جنت.
این حالا بعدا خواهد اومد و زمان ابراهیم علیه السلام، چون خب توی مکه که چوب که نیست، درختی چیزی که اونجا وجود نداره که اصلا تا حتی مثل مدینه هم نبود. خب اینا وقتی میخواستن کعبه رو بسازن، خب کعبه هم ستون میخواد، هم اون تیرهایی که روی سقفش میخواد بگذارن. زمان ابراهیم علیه السلام از بهشت خدا برشون نازل کرد، زمان پیغمبر اکرم هم که میخواستن کعبه رو بسازن، یک کشتی از یونان اومد به جده و تو جده کشتی خراب شد. کشتی که خراب شد، چوب های کشتی رو خریدن، با این چوب هایی که از یونان اومده بود، با این چوب ها ستون و سقف کعبه رو زدن. چون مکه خود دور تو دورش کوه دیگه. نه نه، کوه اورست رو آب نمیگیره. اگه مکه یک کوه بود، نه ببینیم میگه مکه دور تا دورش کوهه. نه نه، اجازه نمیخواد. اصلا دور مکه کوه، هر چهار طرفش خیلی مکه دور تو دورش کوه. شما آب رو هم اینجوری حساب نکنید. شما تو ذهن شریف شما اینه که مثلا فرض کنید اگر که آب 2 متر اومد بالا، همه جا رو 2 متر آب میگیره. 2 متر اگه 100 متر اومد، 100 متر همه جا رو آب میگیره، در حالی که آب بر اساس جاذبه زمینه. ممکنه یکی جایی حتی زمین پایین باشه، یکی جایی بالا باشه و آب بره اون بالا نه رو اون پایین، به خاطر جاذبه زمین. بعد اینجوریه. بله، جاهایی هست که من حتی توی چیز گردشگری هم هست، کسی مثلا اون پایین رو میخوابه، اینجوری غلط میخوره میره بالا، به خاطر اینکه جاذبه به طرف بالا هست. اینجوری هست، همین فوردای قوم اینجوریه. خیلی هست این چیزا. خیلی خوب. و انزل علیه القواعد من الجنه و کان الحجر الذی انزله الله علی آدم، اون سنگی که خدا نازل کرده بود، اشد و بیازن من الثلج، از برف هم سفیدتر. فلما مسته ایدی الکفار، وقتی کفار بهش دست زدن، اسبد سیاه شد. قبلا هم گفته بودم و حجر الاسود سفید بود، گناهکارا دست بهش زده سیاه شد. قال فبنا ابراهیم البیت، ابراهیم کعبه رو ساخت. و نقل اسماعیل الحجر من ذی طبا. الان مشخصه توی مکه ها یه کوهی رو بهش میگن جبل الکعبه، کوهی که از اون کوه سنگ آوردن برای ساخت کعبه. وقتی که اسماعیل سنگ می آورد از ذی طبا، یعنی الان دور کعبه خودش دور تا دورش کوهه، اما از ذی طبا می آورد. فرفعه فی السماء تسعت ازرع، بنزه 9 ذراع کعبه رو برد بالا. ثم دله علی موضع الحجر، بعد راهنمایی کرد او را بر محل حجر. پس این حجر یعنی حجر الاسود، این حجر الاسود. فاستخرجه ابراهیم، ابراهیم او رو استخراجش کرد. و وضعه فی موضع الذی هو فیه، این همین جایی که الان هست قرارش داد. یعنی اون سگ از زیر کوه در آورد اینجا گذاشت. حجر را استخراج کرد.
از بهشت آمده بود، از زمان حضرت آدم، بعدمی که قبل هم داشتیم اثرش مخفی شد و افی اثر رو پنهان شده بود. نه این ظاهره به جوریه که کوه‌های مختلفی آمدن که خود کوه مثلا حالا با اون زبان خودشون هر کدام اصرار میکنه که از من بردار برای کعبه، و اسماعیل از کوه‌های مختلف هم برداشت. حتی اینجوری هم هست که بعضی سنگ‌ها را از لبنان آوردند، یعنی از کوه‌های مختلف، اما بیشترش از که زمان ولید و شیبه و ابو لهب و اینا بیشتر از این جبل کعبه. نه این آخرین بار که اصلا همون سنگ های قبلی خودش هموز این خود همون سنگ ها رو به کار برده. بجعل له بابین، کعبه رو ابراهیم دو تا در برش گذاشت، بابن الی المشرق و بابن الی المغرب. همون که پیغمبرم صلی الله علیه و آله به عایشه فرمود که لولا قومو که حدیثو اهدن بالاسلام لحدم تل کعبه و جعل تل له بابین، دیگه مردم تازه مسلمون نبودن کعبه رو خراب میکردن اونجا میزن، چون کعبه هم دو تا در داشت، هم این که الان کعبه که الان هست کوچکتر از کعبه یه که ابراهیم ساخته ها، این شاید تقریبا نصف کعبه است این که الان هست. بله ابراهیم بزرگ ساخته بود زمان جاهلیت، وقتی میخواستن کعبه رو بسازن پولشون کم اومد، کعبه رو کوچک ساختن. پیغمبر اکرم پولدار بود، اما فرمود شد که مردم تازه مسلمانن به کعبه رو خراب بکنیم خلاصه چیز میشن، شک و تردید میکنند، کعبه رو پیغمبر دست نزد. اصلا این که الان هجر اسماعیل بیرون کعبه است و دورش طواف میکنن، این در واقع جزء کعبه است، جزء کعبه یه که ابراهیم ساخته. بل باب النسی الی المغرب یسمى المستجار، بابی که به طرف مغرب بهش میگوین مستجار. ثم القا علیه الشیح و الازخر، بعد ابراهیم شیح گیاه و ازخر هم یک گیاه دیگه، یعنی ابراهیم علیه السلام این گیاه ها را به عنوان پرده روی کعبه انداخت. و علقت هاجر علی بابهی کسائل کان معها، هاجر همون کسایی که داشت رو در کعبه انداخت. و کانو یکونون تحته، زیر این سایش می نشستن. فلما بناهو و فرقه، وقتی که این کعبه رو ساخت و فارغ شد، حج ابراهیم و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل حج انجام دادن و طواف کردن. و نزل علیهما جبرائیل یوم تربیت، جبرائیل هم روز هشتم لسمان خلت منزل حج هشتم نازل شد، فقال یا ابراهیم قم فرتب من الماء، برخیز آب بردار لأنه لم یکن به منا و عرفات ما، تو منا و عرفات آب نبود. پس سمیت از تربیه لسالی، به همیجاز روز هشتون بهش بگه روز تربیه. در سمان چی؟ لسمان هشتون لسمان خلد هشت روز گذاشته به زیحج روز هشتون.
پس سمیت از تلویه روز هشتم رو به همین صورت بهش میگن روز تلویه، سم همون آب برداشتن دیگه، سم اخرجه او الى منا، بعد خارج کرد ابراهیم رو به طرف منا و باتر بها. ابراهیم شب نهم تو منا خوابید، شب نهم تو منا خوابید. و فعل به مفعل به آدم، جبرئیل با ابراهیم همون کار رو کرد که با آدم، یعنی جبرئیل بهشون یاد داد که اعمال حج رو چیکار بکنید، همون کار کرد. فقال ابراهیم لما فرغ من بنای البيت، وقتی که فارغ شد گفت که رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات تا آخر آیه. قوله تعالی ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. خب همین داستان کیفیت ساختن کعبه و آزار و اسمان خوب نه اصلا یه نکته تاریخیه دیگه، بحث تاریخی برد. حالا مثلا به فرس رو خود مجمول المیزان رو نگاه بکنید، المیزان اومده مثلا داستان تاریخیه مثلا ساخت کعبه، اولین بار کی کعبه رو ساخت، بعدن کی، بعدن چه کسی، هی همینجور ترمیمش تا الان المیزان رو میکنی. بعد جالب اینه که نه مجمول بیان نه اینا، حال زمان مجمول بیان که هیچ چیز زمان ایشون چون نبود، این کعبه ای که الان وجود داره این شیعه ها ساختند، کعبه ای که الان هست این ساخته شیعیانه تقریبا. بینه خب مجمول بیان که اون موقع نبوده، مجمول بیان مال قرن ششم هفتمه دیگه، تو قرن تقریبا سیزده، تو قرن سیزده سیلی اومد توی مکه، یعنی حدود مثلا 150 سال پیش سیلی اومد کعبه رو خراب کرد و آبم اینقدر زیاد بود که تقریبا همه اینه که توی مسجد الحرام اینا بودن خب خفه شدن. بله یکی از علمای ایران که اصفهانی هم بوده، خاتون آبادی از علمای شیعه، ایشون اونجا بود در حالی که همه علمای سنی ها دیگه رفته بودن دنبال زن و بچه و خونه و زندگیشون و اساسشون از آب بگیرد و این حرفا، ایشون اومد توی مسجد الحرام و کعبه رو ساخت. مرحوم خاتون آبادی این کعبه ای که الان هست کارونه بله؟ نه چون گفتم همون سنگای خودشو به کار بردن. القرائتو قرأ ابن کثیر، ابن کثیر قرائت کرده بین این و ارنا رو، ارنا رو ایشون قرائت کرده و ارنا، و ارنا به اسکان را، رایشو ساکن. کل القرآن تو تمام قرآن، مثلا یه آیه هست رب ارنی انظر الیک، گفته رب ارنی، یا مثلا فرسوی بنی اسرائیل اومدن پیش موسی گفتن ارن الله جهرتن، ارن الله خونده ارن الله. و با فقه ابن عامر و ابو بکر ان عاصم فی سجده موافقت کرده با ابن کثیر، ابن عامر و ابو بکر از عاصم فی سجده، یعنی تو سوره سجده، تو سوره سجده آیه ربنا ارنا الذین ازلانا من الجن والانس واجعلهما تحت اقدامنا، ربنا ارنا رو خونده ارنا. و قرأ ابو عمر بالاختلاص، آقای ابو عمر به اختلاص خونده. اختلاص یعنی چی؟ یعنی ارنا را این رش و همین کسرش رو برو بایید، یه جوری که این کسره یعنی هم معلوم بشه کسره هست هم کسره رو نخونید ارنا. یا میگه
ارنا این اشماله، یا میگیم که ارنا این میشه اسکان، یا ارنا که این کسرشو بروبایی بدوستید. لکسرت را من غیر اشباین ارنا نها، ارنا نها، ارنا کل القرآن، در همه قرآن اینجوری. بل با قونه بلکس، بقیه هم میگوید ارنا، ارنا الحجتو الاختیار و کسر را مختار. من صاحب مجمول بیان اینه که بخوریم ارنا، لانها کسرت الهمزته. این ارنا ها، این ر که کسره داره، این کسره کسری همزه است، همزه بعدی ها، نه همزه اولی ها. قد حولت الی را، کسره همزه اومده روی ر، لأن اصله ار انا، ار انا اصلش اینجوری بوده، اصلش در اصل ار اینا جمله عیاسیه، بله اصلش بوده ار انا. فنقلت الکسرتو الرا، کسری او همزه، همزه دومی ها، کسری همزه دومی رو دادیم به ر و سقطت الهمزه، همزه دومم افتاد شد ار نا. بله ان فی اسکان را بعد سقوط الهمزه اشهافا بالکلمه، اگر که شما ر رو ساکن کنید یه ظلمی به این کلمه شده. ظلمش به اینه که همزه شو که انداختید، کسرش هم که داده بودید به ما قبل رو انداختید، دو تا سه تا چیز از یک کلمه انداختن، ظلم به کلمه است. ساکن کردن ره بعد از ساقط شدن همزه اجحاف به کلمه است. به ابطال دلالت علی الهمزه، نشانه حذف همزه رو، نشانه رو حذف بکنید خوب نیست. اما به من سکنه هو، اما اونه که میگوین ارنا، اونه که ساکن میکنن، و علاوه چه تشبیه به ما یسکنو، یسباب تشبیه، تشبیه به اونه که ساکن. مثلا کبد را میگن کبد، کبد را میگن کبد، فخز را میگوین فخز. و مانند قول شاعر، لو اسر منه البانو و المسکل اسر، لو اسر، اسره را اسره با اسره، بل یه وقت یه طلبه میره مکه میخواسته یه آب میوه گیری میگیره، هرچی به این گرده که عرب ها به آب میوه چی چی میگرد نمیدونست، میره در این مغازه میگه که الوسیله، یدخل من فوقه الفاکهه و یخرج من تحته الماء. او عربا میگفته من نمیدونم چی تو داری میگه. یه دوباره میرفته در این مغازه دیگه، میگفته الوسیله، یدخل من فوقه الفاکهه، یخرج من تحته الماء. دوباره میره در این مغازه، دوباره اون میگه آب میدی گیری میخوای؟ میگه پس تو فارسی؟ میگه نه من افغانی هم. خب یک کلمه بگو مئسره، مئسره، مئسره آب میدی گیریه دیگه، لوسره، لوسره آب میدی گیری دیگه، لوسره منو حلبان، اگر که فشار داده میشود از شیر. و المسک العصر، و مسک عطر فشار داده شده، الان شاهد اینه که عصره شده عصره. و قال الاخر، دیگر گفته قالت سلیما اشتر لنا سبیقا و اشتر و عجل خادما نبیقا،
قالت سلیمو اشتر لنو، اشتر یا اشتره، اشتره دیگه، اشتره کسره رو چکار کرده؟ حسب کرده. سلیم گفت که اشتره لنا بخر برای ما صدیق یا سبق حلبا، و اشتره بخر برای ما و اجل اجل کن خادم لبیقای خادم بزرگ باری رو. پس اونهایی که ساکن میکنن از باب تشبیه. و اما اختلاس که گفتیم که آقای ابو عمر به اختلاس خونده، ولی طلب الخبت و بقاء دلالت علی حذف الهمزه. اختلاس که میکنه هم میخواد کلمه خفیف بشه، هم میخواد نشانه حذف کم و کسر است باشد. سبحان الله.